سلام عرض میکنم. ممنونم از محبت عزیزان، از داورای عزیز. من فیلمساز وابستم، فیلمساز این نظامم، فیلمسازی هستم که افتخار میکنم از کسانی صحبت میکنم. من 30 سال روی این سن میام میرم، برام اولین بار نیست اتفاق، ولی دلم میخواد که تشکر کنم از بچه های سازمان اوج، بچه هایی که زحمت میکشن، کسانی هستن که واقعا باید واژه سربازان گمنام امام زمان رو بهشون داد، انقدر اینها عزیزن و کار میکنن. متاسفم میشنوم از بعضی از همکارام که اگر سازمانی مثل اوج بیاد وسط، این واژه رو بیشتر وقتا هم خود این عزیز خیلی از این حرفا زده، و سازمان و ارگان و این واژه هایی که کم کم بهش معنا میدیم. من افتخار میکنم که فیلمی ساختم در مورد مدافعان حرم، افتخار میکنم که برای ساختن این فیلم از عزیزی مثل آقای حاج قاسم سلیمانی جایزه گرفتم، افتخار میکنم که از بچه های سپاه، بچه هایی که زحمت کشیدند و امثال بنده رو رشد دادند، من بابت کارهایی که کردم شرمنده نیستم. حاج قاسم سلیمانی به فیلم به وقت شام گفت گریدم، بابت این گریستم سر فیلم. راجب این محرم راجب محرم اگر اجازه بدیم، راجب شما یه تعدادی رو از اتاقاش آوردیم برای همین برخورد، یه بار برخورد کردیم و نظر نداد. اینا را تو سلولای انفرادی هستن، اگر اینا الان نظر ندیم برگردم توی بند عمومی، اینو باز مسائل ایجاد می‌کنه. اگر اجازه می‌کنه. نه من هیچ اجازه، من حدود 200 نفر هست، من هیچ چون که اینا رو با یکیشم مخالفم، من با یکیشم مخالفم. اینا رو رسیدیم، یعنی رسیدیم با من اجازه به من نگو، اجازه من خود میگم چون اینو فردا خود من نظر خودم رو به شما نگردم به اتاقاشون. من نظر خودم رو به شما اگر اینا الان نظر ندیم برگردم توی بند عمومی، اینو باز مسائل ایجاد می‌کنه. اگر اجازه می‌کنه. من هیچ اجازه، من حدود 200 نفر هست، من هیچ چون که اینا رو من با یکیشم مخالفم. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم می‌کنه، به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن. حالا این هم اگه صلاح میدونی یا بود تموم شد محرمان امام حسین یاره بخیر به احترام امام حسین هست. من چند پیش به آقای عرض کردم که ما رسم همچی بود که در دادگاه ایام محرم رو قطع میکردیم. من بهشون خواهش کردم که هرچی دارید نا آقای این فایی هم بگوشید که شما محرم نکنید همین ما رو ما ادعای من فیلمساز وابستم، فیلمساز این نظامم.